بفرمایید. سوالت اگر جلبی نباشه. نه. آره. حالا بذارید یه جوکی بگم. البته میخوام نمیخوام. اما فکر تو سوالت رو بکن تا بعد بکن. میخوام بگم. آیا انسان میتونه به درجه ای از آگاهی برسه؟ اینقدر تسلط به قانون علت و معلول پیدا کنه در دنیا، آگاهی پیدا کنه یک انسان؟ و همه چیز رو بر اساس تناسب پاسخ به چالش نگاه کنه. نه، بتونه استفاده از همین قانون بکنه و از رابطه علت و معلول. به این موقع میخوام بگم، مثلا همین که میگین از کسی خورما بریزه، خب به قول خودمون خنده داره. آیا شخصی میتونه به آگاهی از علت و معلول برسه که همین چیزا رو بتونه خلق کنه، یا به اذن خدا یا به صورت یه جادوگر؟ به اذن خدا. حالا یه عده میگن که تو مثلا خیلی مادیگرایی کردی، نه حرفا میزنی یا همچین چیزایی، معجزه رو قبول کردی. بابا جان من معجزه رو قبول دارم، خداوندی که این کره زمین رو فقط به این، فقط همین کره زمین رو به این سنگینی که نمیدونم سرکیبه هم بیشتر است، درسته؟ تو هوا معلق نگه داشته و این زن داره حرکت میده، براش آسونه که مثلا فرسون که به منم این عنایت رو، این توبیه رو عنایت بفرمایی که مثلا فرسون که خورمان یک مثلا پولی بریم برای تو خلق کنم که سر بزنشه. ولی خود خدا هم که ابلا هم یجر اون الا و اسباب آن، حتی حرکت این کره بر اساس تناسب، بر اساس علم، نه بر اساس حملوتی و نمیدونم این چیزا. خورما باید از درست نفت و لا که اینها افسانه. حالا یه نفران یه چیزی نوشته، بعضی از سوالات رو من نمیتونم بکنم به دلیل حساسیت های اجتماعی. یه نفر نوشته که نمیدونم چی ها بعدا بیاد و سوالش رو چیز کنه. اما دیگه سوالی نداره، مگر کسی دیگه سوالی نداره خود حالا یه دیگه برم دعوا میکنم که چرا وقتی ما هم بگونست اینجا فرمودیم، یه اینجا که تو هم جنگ سخنره رو بسر بکنم. من قلعه اینکه فرمودیم انسان در وقت تولد فطرتش باکره. آره، فطرت برای ما به دانش بالایی خداوند ذهن رو داده و فطرت رو، اون یک نعمت فطرت، دانش های واقعی هم ابزارش، یعنی اندیشیدن رو داده که این هم یک نعمت فوق العاده. به همین جهت که میفهمند که این گل سرسبد خلقت انسان رو، انسان رو ما یک نعمت اضافی دادیم. چیز آخره اشرف مخلوقات و میگه کرامت داره به انسان، کلانم برای اقامت امانتی داشته. حالا منظورم که هدف خلقت مگه تکامل نیست؟ اینکه من به دنیا بیام و اینجا برای چی رو پیدا کنم؟ از شهر که بعضی از موضوعات هم هست که من فقیه نیستم، این از من از فقها بود، از فلاسفه بپرسی، از مولا صفرا بپرسی، از نمیدونم تفسیر. من یک مقداری کانکریت اندیشم، یعنی موضوعاتی رو در بارش صحبت می کنم که قابل درکه، قابل اثباته. راجع به حرفایی که به قول معروف یه نفر میگه که بعد به عنوان چی میگه اینجا مرکز کره زمینه، میگه نه بابا، میگه خب اگر میگی نه بابا برو اندازه بگیر، برو بعد چک کن دیگه، متر کن خب چیزی من متر کنم. بعضی سوال هایی هست که من نمیتونم جواب بدم، اینا بعد از فقها بپرس. شما بحث کار ما تناسخ رو قبول دارین اصلا؟ تناسخ اولا یک نظریه هندیه و اینو نسبت میدن به بودا. بودا سیستمش من خواهیش تا جایی که خوندم خردمندانه است و بعید میدارم که سیستم تناسخ از بودا باشه. این هم از اون چیزهایی که بهش نسبت دادن. تناسخ بودید یعنی چی؟ میگه ما بارها میبینیم و زنده میشن. در اینا هم یعنی چین افسانه هایی میگن که ما میمیریم و زنده میشیم، میمیریم و زنده میشیم. یعنی من میگفت که اگر یالا برد در این که قبلا هم یک بار زندگی میکرده، میگه که من مثلا فرسون میبینم که الان توی تبریزم، این نشون میده که هزار سال پیش هم زنده بودم، تو تبریز زندگی میکردم. بعد من بهش گفتم خب هزار سال پیش که تبریز زندگی میکنه اثبات هم داشت؟ خب نداشته دیگه. یعنی که اینا افسانه است، خواب میبینه فقط. دوباره به دنیا میاد یعنی چی؟ دوباره این خیلی رستاخیزه ها، رستاخیز
یک معنا داره و تناسخ میگه بارها به دنیا میای موضوع دیگر. خیلی اون تبدیل به نماز رو گرد جلو باشید بیاد جلو اشکالی نداره بیاد جلو آقای خانم بابا بیاد جلو یا بگید بیاد این خانم و برادر جلو نمیدونم چیز او من از جا نمیشتم اندیشه که شما تواجه میکنید مبتنی بر سه هسته. یک مثال بزنیم، یک دیدن یعنی اطلاعات درباره اون مسئله که درباره صحبت میکنیم، مثلا مثل هواپیما من بدونم یک موتور داره مثلا چجوریه این بدنه است، این فلزه، مثلا شمای کلی شد. قسمت دوم ماجرا اینه که من هواپیما رو به چشم ببینم و قسمت سوم اینه که هواپیما رو سوارش بشم و ازش استفاده کنم. ولی شما خیلی از فرمایشاتی که داشتین قسمت فقط میدونیم فقط قسمت اولش یعنی تئوریکش بود و ما خیلی هاشون نه میبینیم نه ازش استفاده میکنیم. آیا سوال ایشون برای شما ها روشنه؟ نه ببینیم مثلا ما از ذات حرف میزنیم چیزی که دیدیم ذات ذات قربان ذات ذات از ذات انسان در صورتی که نمیبینیم به هیچ وجه، فقط آثارش رو میتونیم توی زندگی هم ببینیم ولی نمیبینیم یا خیلی چیزهای دیگر نمیبینیم. اگه مثلا خرافات رو نفی میکنیم خیلی چیزهای دیگر هم میتونیم نفی کنیم. ما مدنیت رو میتونیم شاید درباره صحبت کنیم. چی؟ مدنیت. مدنیت رو میتونیم صحبت کنیم ولی ذات رو نه به اون شکل. مدنیت چون جلوش رو داریم میبینیم ولی ذات رو نمیبینیم. اون یعنی خدا رو نمیبینیم اصلا در میشناسیم نمیبینیم. خب ببینیم ولی جلوه هاش رو میبینیم ولی ذاتش رو نمیبینیم. چیزی جلوش رو نه اثراتش رو اینجا نمیبینیم درسته؟ خب این چیزی که شما فهمودین چه اثری از این چیزی که میفهمیم ما پاک به دنیا میاد این پاکی رو نمیبینیم. در آینده که مثلا سنمون زیاد میشه 50 60 70 تا آخر این محیط ما رو آلوده میکنه این آلودگی ها رو میبینیم بعد اون پاکی ها رو تا الان من که ندیدم فکر میکنم کسی دیده باشه. اگر این سیر تکاملیه پس به چه صورته؟ اگه سیر تکاملی رو چیز درباره صحبتی نمی کنی تکلیف ما چی میشه؟ الان ما از چه اصلی باید تبعیت کنیم تا بتونیم به اون ذاتی که شما میگیم برسیم یه جلوه رو ازش ببینیم؟ ما به ذات نمیخوام برسیم. گوش کنید در حال حاضر فکر من اتفاقا توی یکی از کتابای سوال رو پاسخ دادم که میگن تو درباره اصالت چرا صحبت میکنی؟ در اون چیزی که درباره اون چیزی که خداوند در فطرت ما نهادن صحبت کن. میگن در حال حاضر من دلم درد میکنه، دندونم درد میکنه، یا اینکه هش درباره سلامت چرا صحبت کنم؟